جہاں میں تاب قیامت ہے کربلا، سادات کربلا کی امانت ہے کربلا، دنیا کے ہر غریب کی عزت ہے کربلا۔ جنت ماں کربلا روح عطا کربلا، جنت ماں کربلا روح عطا کربلا، خدا کربلا باب دعا کربلا، نور خدا کربلا باب دعا کربلا، خاک شفا کربلا غم کی دوا کربلا، جنت ماں کربلا، خاک شفا کربلا غم کی دوا کربلا، جنت ماں کربلا، دبابت فضائی دی، مائی محرم دبابت فضائی دی،
مجالس اعضائی عواقل رائے حسین علیہ السلام والسلام ڈائریکٹ موری طرف ہی موضوع ہوں. عزیزان گرامی، شاید ان شاء الله شاید کم لیٹ شون کم زیاد وقت شمار بکرم شب اول محرم مستا طبیعتا، مگر شاگرد را دوز اول زیاد خسته نکو کی اصلا صبحش نیاو دیگه. بار ما چون خبر استم که شما عاشقانی از این مکتب استین و لذت مبرین من از این مجالس شرکت کردن را، شانا امیدوار استم که بنده حقیر را تحمل مونیم. شانا ایت سروات بخواین بر محمد و علیه. جوانان عزیز دقت کردن که سخنرانی ها مختلف اقسام درست خود بعض وقت یک سخنرانی تعلیمی است، یعنی مردم ایک سوسائیٹی یا حد اقل مردم کی دمنی تو مجلس و سخنرانی حضور داره دباره از اون چیزایی که گفته موشه علم ندارن، آگاهی ندارن. و سخنران وقتی که چیزا رو بیان مونه در علم از اونا اضافه موشه، اونا رو دارو تعلیم میده که چیز رو بیان این چیز رو خبر نبودن حضور بعد با خبر موشه. بعضی از اوقات بعضی از مجالس تعلیمی نیستن بلکه تذکری هستن. یک تذکر است، تذکرهای فردی انفرادی. ممکن یک جوان یک انسان از این مسائلی که در ادامه سخنرانی بیان میشه غافل باشه، در مسائل معنوی که مربوط به شخص انسان است تذکر داده میشه و غفلت برطرف میشه. غفلت های معنوی ممکنه باشه یا او چیزهایی است که انسان خبر داره از اول تذکر داده میشه، اما در یک روش دیگه تذکر داده میشه. یا یک انسان صاحب نفسی وقتی که تذکر میده دوباره او را مورا برای دل و جانی شنونده و او کسی که مستمع است میشنه، اثر مونه بریش. اما سخنرانی ها دمزی دو قسم تمام نموشن. بعض اوقات یک سخنرانی هایی است که اونها هدف شنی است که دمنی مردم یک دمنی عموم مردم، نه فقط یک آدم نسبت به زمان مسئله غافل نیه، نه عموم مردم و جامعه نسبت به زمان مسئله غفلت منداره، غافل است نسبت به زمان مسئله. و این سخنران که نزیگه باید کوشش مونه که امی غفلتی که دمنی عموم مردم وجود داره و تمام جامعه نسبت به از در او غفلت منادر او شکسته، یعنی یک مسئله بسیار مهم وجود داره در سوسایتی، یک بسیار مسئله مهم در زندگی های ما وجود داره، اما مردم نسبت به از مسئله چیه؟ عموم مردم نسبت به از مسئله غافل است. این سخنران کوشش نقد از این موضوع و سخنایی که بیان مونه امین غفلت عمومی که در مانی کلچر و فرهنگ جامعه وجود داره این رو میخواهی برطرف کن. موضوعی را که این سال بنده حقیر میخواییم خدمت شما دبارش گفتگو کنیم، موضوعی است که یک مسئله بسیار مهم است در مانی زندگی های انسان ها که تمام جامعه متاسفانه نسبت به این مسئله غافل است. غفلت در نسبت به این جامعه، نه یک فرد، نه دو فرد، نه سه فرد. یک تذکر نیه که ما برای یک جوان خاصی بدون مثلا که او این غفلت از مریش برطرف شده، نه جامعه در نسبت به این مسئله غافل است، غفلت مونه در اون. یک وقتی است ارز کنم سخنرانیه که تعلیمیه، یک چیز رایگو کس خبر نبود خوب از او باید با خبر موشه، یعنی علم و آگاهیش اضافه موشه. یک دفعه است نه برای یک شخص تذکر است، تذکرهای اخلاقی، تذکراتی معنوی یک انسان میشنوا غفلت های داشت منی خوب برطرف کنه، اما یک دفعه یک سخنرانی در او یک غفلت عمومی رو میخوای از بین ببره، تمام مردم جامعه باید کمک کرده یک دیگه خود این غفلت رو از بین ببره. این سخنرانی ها معمولا استراتژیک است، یک حکمت عملی میده سوسایتی رو،
استراتیجی کرو بیان مونا برای جامعه که یعنی را انجام بدی و یعنی غفلت را از بین ببر جامعه رشد مونه مشکلات و مسائل و بلاها و گرفتاری ها از من سوسایتی ختم موشه از من جامعه اگر تو این غفلت را برطرف کنی یعنی رنگ از اجزانه یه اولین نقطه دیونه نقطه ای است که موضوعی را که ببارش انسان به وقت میخواه صحبت کنه سخنرانی کنه گپ بزنه تو کنی اون موضوع باید مطابق زمنیاز زمان تو باشه بسیار زیاد از ٹاپکس هست بسیار زیاد از موضوعات هست که در زمان از اون خیلی در اون چیزها اون نیاز نداره نیاز نیست ضرورت نیست اون در موضوعی باید باشه که نیاز زمانی از ما باشه مردم در اون زمان نقطرهای در این مسئله شده باشه اهمیت داشته باشه به من زمانی از نو خیلی از مسائل است ممکنه مثلا 100 سال پیش اهمیت داشته باشه اما برای از ما دیگه اهمیت نداره تو باید تو کنی امروز عالم بشریت و مخصوصا عالم اسلام و مخصوصا عالم تشیع کدام مسئله مطرحه کدام دردهایی وجود داره او رو بیام مطرح کنم در مدرسه سوسایتی باید حائز اهمیت باشه زیزانی این دویمنه نقطه اینا البته مقدمه که در واقع ارزمونم هنوز ما داخلی موضوعی اصلی خونه شده تا باید مقدمه است در واقع ارزمونم کنیم دویمنه سیمنه نقطه چیه؟ سیمنه نقطه مستمعین او کسایی که این مجلس را گوشمونه سخنرانی گوشمونه هویه که مستمعین از تو کیه؟ موضوعی را که بنده میخواهد در بارش ده شال خدمت شما گفته بکنم مستمعین چی انسان افرادی متدین است یعنی این سخنرانی برای افرادی متدین و دیندار است باید اونا استفاده کنن از این مسئله یعنی مسئله که مورد غفلت عموم مردم واقع شده ای تر نیست که عموم مردم از چی غفلت مونه دارو نه خیلی از دیندارا بلکه تمام دیندارا هم متاسفانه اگر تمام نگی اکثریت دیندارا هم نسبت به این مسئله غافل است غفلت داره نسبت به این مسئله لذا اولویت از ما پرایورتی از ما شما عزیزان گرامی شما عزیزان محترم هستین که در شب اول و من ان شاء الله در شب ده شب و نیز مجالس حضور پیدا مونید شما برای از ما خیلی عزیز اهمیت هستین ما برای شما میخوای به درجه اول برای شما این مسئله رو بیان مونید موضوع برای شما است اما در درجه دوم البته خب هر انسانی هر سخنرانی باید کوشش کنه که در مجالس را و او تر سخنرانی های را و او تر مطالب و موضوعات را بیان کنه که فقط متدینی را جذب نکنه بلکه غیر متدینی را هم باید جذب کنه یه درست است سری جایش بلکل گا بی صحیح است اما فعلا این موضوع برای انسان های دیندار هست عزیزانی گرامی اما در این حال که برای انسان های دیندار است از انسان های غیر دیندار هم سوء تفاهم ها و غلط فهمی ها رو دور مونه خیلی از غلط فهمی هایی که دبلشی افراد غیر دیندار مبتلا است اونا هم برطرف مون باور کنیم روز اکثری جوان های از ما که دیندار نیستن به خاطر یک بلوگ از غلط فهمی هاست که برش مبتلا است نسبت به دین و نسبت به دینداران یک بلوگ غلط فهمی ها داره از خاطر هم زود دیندار غیر دیندار است دیندار نیست اما این مسئله اگر به خوبی بیان شده و درک شده جوان های از ما اگر بول صبح روزی مسئله را قد دیگه دوستایشی که طرف دین ایگو تمایل ندارن از دین دورستن اگر قد از اونها دیسکس کنن غلط فهمی هایشن دور میشن سوء تفاهم هایشن دور میشن از بیان که دوی از این مسئله واقعا نمیترسن لذا پس وقت که نزیزانی گرامی اما دردی از ما چیه؟ مشکل در بجانه مشکل هست که وقتی ما میگردیم همین سوسایتی و جامعه از ما دین که قدر خوب حاکم است ایمان به قدر کافی در من مردم وجود دار به طرف معنویت ها هم مردم از ما به قدر کافی توجه دارن اما بعضم چرا این قدر ما پس منده چرا این قدر ما از لحاظ معنوی و فکری و دینداری هنوز ما چرا این قدر در بسیار در سطح تا در زندگی مونی چرا ما در اون در اوج بندگی نمیرسیم در چرا ما در اون در لذت و عبودیت و بندگی نمیرسیم در درد اینی است عزیزان گرامی چی مسئله وجود داره چرا این کمی ها چرا این فقدان ها من این سوسایتی از مورد من این مردم دیندار بالخصوص وجود داره چرا لذا امیدوار هستم که مستمعین از شما دیندار عزیز و محترم
کی اکثر اصول های دینی را قبول کرین انسان های هستن که به طرف معنویت توجه دارین، اما با وجود تو چرا ما اینقدر واقعا پس مندیم؟ چرا اینقدر دینداری های از ما لیوچ بسیار تایا؟ چرا ما در آوچ نمیرسیم دارو؟ چرا روز بروز دقنی دینداری خوب روش نمونیم دارو؟ پس خود زدنی هستیم دارو؟ مشکل چیه؟ معلومه شاید مشکل اساسی وجود داره. یعنی نمازم خمی خانم، مجلسم شرکت مونم، دعای کمینم افته یک رو شاید بی خانم، مایوزم دارم، دیندارم به قدری که، اما چرا ما روشت نمونم دارم؟ چرا دارم از بندگی خدا لذت نمونم دارم؟ چرا از دینداری خدا رو من لذت نمونم دارم؟ چرا؟ بسیار مسئله اساسی است. پس موضوعی که بنده خدمت شما از نور مخاطب شید دیندارای عزیز است و در این حال سوء تفاهم ها و غلط فهمی ها را از اذهان غیر دینداران دور کنند اگر خوب بیان شود. و در درجه سوم یک موضوعی است که نیاز زمان از ماست، کسی زمان بود از این موضوع نیاز دارید. و در درجه چهارم دیگر نقطه ای است که یک موضوعی است که مورد غفلت تمام جامعه قرار گرفته، سوسایتی نسبت به این مسئله مورد غفلت قرار گرفته. و در مرحله آخر یک موضوعی است که در استراتژی میده در سوسایتی، یک حکمت عملی است که برای سوسایتی، برای جامعه متدینین. انشاءالله امیدوار هستم که به طور دقیق جوانای عزیز این چند شاوی که خدمت شما هستم این مسئله رو گوش کنین. در عین حال که بنده بسیار زد بیان ناقص دارم و نمیتونم به خوبی مطالب را به شما برسانم، همیشه این دغدغه را دارم که خبر ندارم مطالب میرسد جوانها یا نه، اما بهرحال کوشش کنونیم انشاءالله که برسد جوانای عزیز و بفهمن این مسئله را و خود دیگه دوستای خود بوره دیسکس کنه خیلی غلط فهمی ها دور شونه نسبت به دین و دین داره. یک صلوات بخوان بر محمد. موضوعی از ما چیه عزیزان گرامی؟ دغدغه اصلی از ما چیه؟ موضوعی است عزیزان گرامی که در دو دن سوال موشه موضوع را مبیان کنیم. اولی که راه اصلی برای تحمل مشکلات و سختی ها و دردهای زندگی چیه؟ راه اصلی برای تحمل و تیر شدن از کشتی، راه اصلی برای تیر شدن از طوفان سختی ها و بلاها در زندگی چیه؟ دومین سوالی است که راه رسیدن به لذت بندگی چیه؟ دو دانه سوال، کس این دو دانه سوال را میکس کرده نکنه در که بگه راه اصلی تیر کردن سختی ها برای رسیدن به لذت بندگی چیه؟ یک سوال تیر نکشه. دو سوال، راه اصلی برای تیر کردن مشکلات و برای تحمل مشکلات و سختی های از این زندگی چیست؟ و سوال دوم است که راه رسیدن به لذت بندگی چیست؟ البته لازم و ملزوم یک دیگه خواسته این دو دانه سوال، یک چی که من دیگه شم حتما نه پشت سرش لازم و ملزوم است. عزیزان گرامی شما توجه داشته باشین، راه های مختلف برای مقابله و تحمل مشکلات و سختی های زندگی وجود داره. امیان ما شک ندارم در زیر تمام جوان ها یک راه های وجود داره، خون این خواستان ما خبر داره فلان راه را اگر ما بوری میتنی از سختی های زندگی تیر شدیم، پای خود برای سختی های زندگی بریم تحمل کرده و تیر شدیم، نه فقط تیر شدیم بلکه اون زینت یاد کردیم تاکی رشد کردیم در بلی زندگی و برسیم به سعادت. خب زین یک بلوگ از انسان ها مختلف راه های وجود دارد که راه اصلی تیر شدن از سختی های از دنیا و تحمل سختی های از دنیا چی است؟ حتی در منی روایات و آیات از ما هم یک بلوگ از راه ها را نشان داده، بیان شده یک بلوگ از راه های متعدد برای از اینکه سختی های از عالم تیر شده. اما عزیزانی گرامی، جوانان من، هیچ کدام از این راه ها و راه اصلی نیه. در بین تمامی از این راه ها یک راه اصلی وجود داره که اونم راه اصلی مورد غفلت قرار گرفته. موضوع راه اصلی غافل است. تمام روز دنبال از این راه برو اون راه را امتحان کن، اون راه را امتحان کن، یک راه را که موی یک چند روز برای سختی ها برای مو آسان میشه، از سختی ها درو تیر میشی، اما میبینی که یک دفعه بعد از چند روز این راه در آخر میرسه، بعضا رو سختی ها است، بعض دارو سختی ها تحمل نموشه، بعض دارو من نمیتونی تیر شونی از بری سختی ها، بعض دارو دمزو مختلف سلی ها هست.
بس معلومش ای راه راه های اصلی نیست. یک راهی اصلی و حتی از کنم من یه روایات از نه طرف از راه حتی اشاره شده ما هیچ کدوم از این راه اصلی نیست. اینه میرنگه راه اصلی برای رسیدن در لذت بندگی هم یک راه اصلی وجود داره، اما در این حال راه های متعدد برای رسیدن در لذت بندگی هم وجود داره، اما هیچ کدوم از اون راه ها راه اصلی نیست. از اون راه اصلی ما غافل شدیم عزیزان گرامی، واقعا نمیدونست. پیش از اینکه ما البته ما پیش از اینکه جمعه توقع نداشته باشیم دیگه بگیم این شما دیگه تو راه اصلی رو مر بگیم قصه رو ختم کنیم دیگه از سر زبان شما خیلی مراحت باشه، نه ما اگری تر داستانی باشه بود در شما ما این خدر که مغز خود زدم چند ماه برای این موضوع که در شما در بختیار شو بیدم بار نگاهیش کنیم خونم شد خیلی مهم کم که تایم بگیر رو بینجی. برای از اینکه ما در راه اصلی برسی لازم است که اول باید راههایی که در ذهنهای شما وجود داره مختلف راه این راه ها رو باید ما چیکار کنیم؟ باید برایش گفتگو کنیم که باید یعنی راه هم هست و بیا تو خوب ببین یعنی راه هم هست و ما منکر از راه هم نیستیم، اما بیا خود تو قضاوت کن آیا واقعا امیر راه هم نیست مشاهد بودن ایش راه اصلی قرار داده بودن ایش نه؟ برای از اینکه ما اهمیت یه راه اصلی را بدانیم و برای از اینکه در نتیجه برسیم که واقعا اون راهی واحد راه و اصلی راه برای تحمل سختی ها و برای تیر شدن سختی های از دنیا است، برای از اینکه ما در نتیجه برسیم باید این راه های متعددی که در زمان شما و حتی از که من روایت و آیات بیشن اینا رو باید دوباره چیکار کنیم؟ دیسکس کنیم در دیگه. اما پیش از اینکه ما این راه های مختلف را هم دیسکس کنیم اول میخواییم شما خدمت شما به طور مقدمه اما مقام سختی ها و لذت ها رو در زندگی بحث کنیم که سختی ها چی جایی داره در زندگی از ما، فلسفه سختی ها در زندگی از ما چیه، فلسفه بلاها و مشکلات و مصائب اما پوزیشن یا زنا جایگاه یا زنا در زندگی از ما شما چیه است، جایگاه لذت در زندگی از ما شما چیه، ما نسبت به لذت چی نگاهی داره دمانی زندگی ما؟ نسبت به سختی ها و بلا ها و مسائب دمانی زندگی ما چی نگاهی داره؟ این رو باید اول خوب بفهمیم تا بعد انشاءالله بول به طرفی مختلف به حسای دیگه که در این چند شام خدمت شما گفتگو مونیم. عزیزان گرامی، جوانان عزیز، این رو شما شک نکن که سختی ها دمانی زندگی های شما اکسیدنتال نیست، سختی ها مشکلات، درد، بلاها در مورد زندگی شما اتفاقی و تصادفی و اکسیدنتال نیست. اینا در مورد زندگی شما از روز اول اینستال شده، قرار داده شده از روز اول. دیده یک روز اگر پیش کمپیوتر ششته یک دفعه در مورد کمپیوتر تو ایگو دانا پروگرام شروع میشه، استارت میشه، آیا میتونه بگی یه زوری هوا مات در مورد کمپیوتر از ما؟ نه، حتما او پروگرامی که تو هیچ وقت ندیده بودی یک دفعه روی بری اسکرین تو ظاهر باشد مفهمی که اتمن این را اینستال کرده بود من این سیستم از من خود با خود نیه، تصادفی نیه. این تقدیر خداوند متعال است که انسان در من زندگیش سختی وجود داشته باشه. البته این خودی از این بحثم یک بحث بسیار بنیادی است، بسیار بحث اساسی است که باید طرفشی در جایش باید بوری بحث کنی که چرا باید در زندگی انسان سختی وجود داشته باشه، مشکلات و بلاها وجود داشته باشه. و پدرها و مادرهایی که در بچه های خود نموه که در من زندگی است و در آینده تو سختی بخوایی بکشی، در من زندگی است و رنج وجود داره، این رنگ پدرها و مادرها بچه های خود در برابر سختی ها و مشکلات و بلاهایی که در آینده اون بچه فیس مونه، این بچه را کمزور برمیره، این مقاوم و قدرتمند و محکم تربیت نمیتنن. این بچه بعض اوقات زمانه انسان را بسیار بدننده دروغ مگه، دنیا انسان را بسیار در بدنداز دروغ مگه انسان را. اگر یک کسی دمانه گو فیلم باشه یا دمانه گو کتاب باشه دمانه گو کلاس باشه، اگر باید جوانهای از مور این رنگ گباره در زینش منتقل کنه، هرچند که دوای صحیح خون قد هرچند گواهش به طور ظاهر صحیح است و درست گواه میزنه، اما اگر نتیجه گواهی از این انسان ایشونه ای رنگه در ذهن جوان ها منتقل کنه که ای جوان تو میتنی او رنگه زندگی کنی که دمانی زندگی خود سختی نکشی، ای یک درون شاخدات. یک کس اگر ای رنگه باید جوان ها پیغام منتقل کنه، نتیجه
گفتاری از این آدم، نتیجه کتابی از این آدم، نتیجه فیلمی از این آدم که تیار کرده، اگر این باشه که ای جوان تو بهتری اون رو زندگی کنی که مریض زندگی تو هیچ مشکل و سختی وجود نداشته باشه، این بسیار دروغی بد و غیر معقول گفته از این جوان. و از اون رو با انسان هم خوش داره که بازی بخواه، فریب بخواه. وقتی که به یک انسان این دروغ گفته میشه که تو میتونی اون رنگ زندگی کنی که دنبال زندگی تو هیچ سختی وجود نداشته باشه، انسان از اون با خوش داره که گب راست باشه، چون خوش نداره سختی ها رو تحمل کنه، همزو خاطر زود بازی مخوره بغیر دلیل گبایش را قبول مونه. یا اون فلانی گفت تو میتونی اون رنگ زندگی کنی که من زندگی سختی نکشی، تو من زندگی تو مشکل نباشه، درد و مسائل و بلا نباشه من زندگی. یه دروغی شاخدار است که انسان میشتم از یکی عزیز به انسان باور که نزیزانه اینجا. از اولین آیات قرآن ما باید درس بگیریم. خداوند متعال دمانه قرآن چی میفرماید؟ آیه هر که برای شما تلاوت کنم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، دمانه سوره بلد آیت نمبر 4. خداوند متعال چی میگه؟ ما انسان را دمانه سختی آفریدم، انسان را دمانه سختی ها ما خلق کردم، انسان زندگی شد منش بلا و مشکل و مسائل وجود داره. عزیزان گرامی، جوانان عزیز، مطالعه کنیم قرآن را. این آیات انسان شناسی قرآن است، انتروپولوژیکال آیات قرآن، انسان را در اوده شما چونیوز کراونه خدا. امیرن به این آیات قرآن آیات هستی شناسی قرآن است، آیات انتروپولوژیکال قرآن است. هستی را بشناس، انسان را بشناس، انسان زندگی شد بغیر سختی ها نمش، نه خدا در منی سختی تو خلق کرده، لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان شناسی کنه برو، اول بیا از لحاظ حیات شناسی و هستی شناسی و منی جهان بینی خو مسئله را حل کنو، از اون باید بیاد طرف دین و ایمان، این مسئله را باید برای خو حل کنو. انسان زندگیش بغیری سختی نیست، بغیر مشکل و بلا و گرفتاری و درد نیست، این را حل کنو، باید بیاد طرف دین و ایمان. عزیزان گرامی، دمانه معارف اولیای الهی مگر شما بولید تو خودم اینه می چیز را بسیار به صراحت در او ایمان بیان مونه. امام سجاد سلام علیه وقتی در پیش اصحاب نشسته بودن، یک مرتبه امام سجاد فرمودن که شما چرا از خدا اوتر چیزی را می خواهد که خلق نشد؟ شما چرا از خدا اوتر چیزی را می خواهد که خلقش نشد و نموشه خلق کنشد؟ اصحاب حیران بودن که یک منصوری مگر موز خدا چی خواسته که هیچ خلق نشده و نموشه که خلق شد؟ امام سجاد فرمود شما در باز خدا راحتی میخواهید و راحتی را خدا در این دنیا خلق نکرد. لم تطلب ما لم یخلق فإن الراحت لم تخلق. امام سجاد بگه ما عزیز من جوان عزیز، امام سجاد بگه بیا ما خلق راحت کنم، دنبال راحتی در این دنیا نباش که خدا خلقش نکرد، دنبال راحتی نباش. خدا سن خط نکرد. یک صلوات بخوان بر اللهم صل علی محمد. یه رو باید تو قبول کنی عزیز گرامی، جوانی عزیز. بلاها و سختی ها و مصائب سه قسم در دمانی عالم، دمانی دنیا سه قسم در. بعضی از بلاها و مصائب و سختی ها را انسان خودش از دست خوب بری خونازین واقعی نمیتر. یک بلود از مشکلات و سختی ها که دمانی زندگی های از مده وجود مایه، اینا را خود انسان از خاطر گناه ها، رفتار بدی از خود خود و از خاطر خطاها و اشتباه های خود بلی سرخون نازم. خیلی از مشکلات و مصائب و امیرنگ انسان خداوند متعالم دمانی متعدد جاهای قرآن و منی روایات این چیز بیان شده، انسان های گناهگار، انسان های خطاکار، انسان های احمق و جاهل بعض اوقات از خاطر خطاهای خود بسیار زیاد از مشکلات و مسائل و سختی ها را خودون شن و سر خون نازل من و خدا و عدد ده که انسان ها بدبخت میشن. این رنگ مسائل و مسائل و بلا و سختی خود انسان بر سر خوشگاه نه نازل من. دویما کسی از بلاها بودن بلاها هست، بلاها و سختی ها و مشکلاتی است که سوسایتی و جامعه بر سر تو نازل من. این کسی از بلاها و سختی ها جب سوسایتی است، سوسایتی و جامعه معاشره برای سر از تو نازل کرد، نه خدا نازل کنه این رنگ مسائب و مشکلات و مسائب را، نه خود انسان برایش تقصیر دارد.
اینا سوسایتی بعضی از مشکلات و رکاوت ها و بداهای سوسایتی برای انسان نازل می‌کنه عزیزان گرامی. و خداوند متعال چون خدای رحمان و رحیم است که از خاطر اینمزی بلاها انسان را پاداش میده، خدا در انسان صبر کرده در برابر جبری که سوسایتی و بلاهایی که سوسایتی برای سرش نازل نه. بهترین مثالی که امروز جوان های از نو، بهترین مثالی از او سختی ها و مشکلاتی که سوسایتی بر سر جوان های از نو امروز در اون نازل مونه، بهترین مثال چی رکاوت ها و مشکلاتی است که بر سر را به ازدواج جوان های با سوسایتی ایجاد کرده. باور کی یه بهترین نمونه ای از دویونه قسم از بلاها که از کدوم اینمی چقدر از رکاوت ها را، چقدر از مسائل را در سر راه جوانهای عزیزی از ما امروز جامعه ای از ما سوسایتی از ما ایجاد کرده که از خاطر از این مسائل جوانهایی که آماده ای ازدواج هستن نمیتونن ازدواج کنن بر وقت. باور کنین عزیزانی، اون روز قدر جوان ششته بود من جای نکایش شده بود، گفتم یار تو عرضی نکنی؟ گفتم آقا خالی نکای ما شده. خب کی شده؟ یک سال پیش نکاح شده. خب چرا عرضی نمونی؟ یک سال خیلی فاصله، نباید اینقدر فاصله بفته، خیلی زیاد شده، سه ماه چهار ماه چه اینقدر فاجعه هشت یا نه لگ روپیه در پیش ماست نمیتونم در عرضی کنم. یک جوان قریب بیچاره در جیبش نه لگ روپیه پرته و نمیتونه، جرأت نمیتونه در منیز جامعه را عروسی کنم. شما تصور کنید یعنی چی خلل رکاوت های رو جامعه بر سر رای جوانای قرار داده که یک جوان نمیتونه قد نه لگ روپیه یک سیره ساده عروسی بگیره. ترس مخدر دیماند های خلق خوب، قد رسم و رواج های خلق خوب، قد گرامی ها، قد تمام خرج و مخارج بیجا و اسراف هایی که در سوسایتی در وجود آمده و اداره ازی قد رواج دادنی کلچر و فرهنگ آلوده غربی که کلچر گرلفرند بوی فرند آم کرده، بی حیایی در من جامعه آم کرده، کس خیال نکنه که تنها ترین مشکل در راه جوان ها ازدواج جوان ها ازمو فقط گیرانی است، کلچر رسم و رواج های غلط است، خرج و مخارج غلط است، نه اینا سر جایشی. اما از این نقطه غافل نباشن جوان ها ازمو. این روز در من فیسبوک وقتی که مثلا بعضی از مسائل بدی اخلاقی رو ببینی تایش کامنتار که تو خود تمام جوان ها مونده چون عروسی گیران شده، چون فلان روایت و رواج های غلط هم ده همزو خاطر ای گناه هایی که اخلاقی در رو انجام موشه. چون عزیز من اینا سر جایشی، اما از اون رو کرد تو خفتت بونی اونهایی که در رو بی حیایی رو پرموج کنه من جامعه، اونهایی که در رو کلچر گرلفرند بایفرند در من جامعه در رو آمونه، بی حیایی رو بی افتی رو در رو آمونه، یک از کلانترین عامل ازی که جوان ما به طرفی ازدواج نره ای هم است. جوانی که هر روز در من بازار نو مال ملاو شده شده بود دیونه در رو ازدواج کنه، من سوسایتی آزاد شده، راحت شده، قد یک دل نامهرم رابطه برقرار مونه، نیاز جنسی خود برطرف مونه، دیگه چی نیاز به عروسی دارم ما وقتی نیاز ما برطرف میشه. از این نقطه چپ تو غافلی، از اون بر سر پدر و مادراتون میکوبی، اونا سرخود مونه که چرا شما دیماندهای زیاد دارین، خرچه هایشون زیاد شده، رسم و رواج های غلط دارین، فلان دارین فلان دارین، پدر و مادرات خوب پدرشید در آوردین، اما یک دفعه خود طرف از اون گروه هم نظر کرین و منایی که در آورد بی حیالی در آورد منه جامعه پروموش مونه. از اون من چرا غافل هستی عزیزی من؟ چرا یک بودی نگاه مونی؟ چرا چی مو کور گرفته نگاه مونی؟ تمام مسائل نگاه خلاصه یه مسائل هست و مشکلات هست که جامعه در سر راه جوانهای عزیز از مقرده. و اگر والله بالله اگر جوانهای از مون که میتونن ازدواج کنن اما از خاطر اون مشکلاتی که خودشن مقصر نیم، نه دختر دیمان داره نه بچه ای بود دیمان میخواستی رو داره، میخواین ازدواج کنن، فقط میخواین برو سر خانه زندگی خود را آغاز کنش، تقصیر خودشن نداره. اگر امی دو تن جوان امی مشکلات را تحمل کنه و به طرف گناه نره، باور کن ای جوان از نظر خدا خیلی ارزش داره. اگر لیتون شده ازدواجی خدا و متعال بود اون را جبران کنه که دیگر اصلا از اون شاید خود چی دعا کنه که خدا کاش که من 10 سال دیگه اون کنترل مقدم و صبر مقدم تا که تو من مزید نعمت ها مال میدادی. جبران مونه خدا و متعال برای تو جبران مونه، خدا پاداش میده تو را. اما برای مشکل است. خب سیمنه کسم از مشکلات چیه زیزانه گرم؟ سیمنه کسم از مشکلات از طرف خدا نازل میشه. بعضی از بلاها و مسائل و مشکلات و سختی هاست که خدا دادی از طرف خدا نازل میشه. نه بنده
ایگو کار کرده نه از خاطر گناهای بنده است، نه از خاطر تقصیرات و کوتاهی ها و نافرمانی های خدای و نه جامعه رو برسر شمار از طرف خدا آمده. ایرنگه بلاها را اهل معرفت مو که الطاف خفیه خداوند متعال است، الطاف جمع لطف است. این بلاها را اهل معرفت مو اینا الطاف خفیه یعنی پتکی، الطاف مخفی پوشیده خدای، یعنی معنی از این بلاها خدا لطفی را پوشیده برای استو نازل کرد. اگر کس بفهم خداوند متعال دو قسم الطاف داره، الطاف جلیه و الطاف خفیه. الطاف جلیه همون لطفای خدا را مونه که واضح آشکار مثل زن و بچه خوب، صحت و سلامتی، خانه خوب، ماحول خوب، آب و هوای خوب، خورد و خوراک خوب، اینا از الطاف چیه؟ جلیه خدایی که برابر از نمو نیاز نیست صبر کنیم، فقط باید شکر زیر مطار بجا بیم. اما بعضی از الطاف خدا الطاف خفیه خدایی که در صورت بلا نازل مشابه پوت استمانش لطف خدا انسان باشه که استفاده کنه از بلاهایی که بر سرش نازل میشه از طرف خدا. و اهل معرفت مولا از الطاف جلیه کده بهتر الطاف خفیه است، یعنی از الطاف جلیه کده بهتر الطاف خفیه تورد خدا زودتر میسند اگر انسان تحمل کنه. این سه قسم از بلا را خدمت شما عرض کردم تا اینکه منی بیس از مو میکسب نشون از گیری جوان، تاکه شما بفهمید اینکه ما در میگه راه اصلی برای راه اصلی تیر کردنی از تیر شدنی از سختی ها و تحمل سختی های زندگی چی است. این سختی هایی که در من از موضوعی از موجود داره اون سختی هایی نیه که انسان از دست از خود خود در وجود مایده، یه خود تو غلط کرده بر سر رو نازل کرد، یه خود تو نباید بر سر رو نازل بوده. این سختی اصلا آزادوان چی باید در وجودش نیه، چرا تو خود خود مجبور کنی که اگه سختی ها بر سر رو نازل بود و اون بلکه دو دنه سختی دیگه ایش منظور بنده است، من سختی هایی که از طرف خدا تحمل نازل میشه و سختی هایی که از طرف جامعه و سوسایتی ما که البته در باره از این نقطه های دارم در دائمه انشاءالله عرض مونه که این رنگ سختی ها را انسان نباید تحمل کنه، باید کوشش کنه، همت کنه، این رنگ مشکلات را هم از منه سوسایتی باید انسان برطرف کنه. تنها مشکل اینه که تو باید تحمل کنی و نه فقط تحمل نکنی بلکه استقبال کنی شده قد دل و جان به آغوش بگیری این رنگ بلا آرد بلا هایی که خدا برای رشد است و برای تو نازل کنه. منظور از ما در منی از این دهشو که برای سختی های زندگی گپ زده میشه این اون رنگ سختی هاست عزیزان گیر، نه اون سختی هایی که ما از دست از خود خدامان از خود خود بر سر خود نازل کنیم. صلوات بخوام بر تو. لذا عزیزانی گرامی ما باید بچه های خود صادقانه باید بچه های خود در خانه بگین عزیزانی گرامی که فرزند عزیزم تو در آینده سختی میکشی، تو در آینده زجر میکشی، در برای زندگی تو سانیه تو قد بسیار زیادت مشکلات ها میس اندرستندینگ ها قد دیگه انسان ها باشی تو باید بگین این چیز آره در جوان های از خود عزیزانی گرامی باید گفته شونه. چرا ریشوی طلاق امروز در منی سوسایتی از به قدر بار رفته؟ چرا پرسنتیج طلاق در روز در روز در منی سوسایتی از مو بال مورو دارو؟ چرا؟ از خاطر ازی که مو اینه رنگ مسائل رو که جوانای از خود رو دیسکس نکرد، از خاطر ازی که در منی زندگی مو جوانهای خود رو ترگون اندر تربیت نکردیم که جوان از مو در ازی باور برسه که در آینده منی زندگی مشکلات مایا ما قد همسر خو میسنرستندی پیدا مونم، سوء تفاهم پیدا مونم، هر چیز در من دنیا مطابق میلی از من پیش نمارد، این چیزا همون نمشتن جوان های خورا قبل از ازدواج. ما چرا همیشه دل من درد در بریزی نظامی تعلیم از خودون از مو نظامی سکول هایی که موجود داره من از سکول های از مو چی رنگر رویش تعلیم موجود داره؟ ما چرا دل من درد داره برای پدر و مادر هایی که نه خودون چند ایژوکیشن و تعلیم و مهارتی زندگی مشترک را نه خودون چند داره و نه در بچه هایشن که پرده که بچه های رزونا یاد داره؟ چرا؟ باور کن بعض از پدر و مادر ها پیشتی کردن پیشتی لیول خانده ها پرده آدمایان، اما نه میتنن دو روز قد یک انسان دیگر در یک زیر یک چت زندگی کرد، تو چرا اونو پرده کرد؟ معلوم میشه تو مهارت زندگی مشترک رو منش فول فیل است، هیچ چی نداره، او پی اچ دی مخه در سر تو که تو نه میتری قد یک زن در سیر یک چت زندگی کنی، تو نه میتری تو نه بچه انسان را تربیت کنی انسان داری.
چرا اینقدر رشوه طلاق بال بود؟ چون آگاهی ها و تعلیم های خلط در مالی سوسایتی از مقدر تو بخواهی وجود دارد. آگاهی ها و تعلیم های خوب در مالی سوسایتی ها نیه یا اصلا بسیار کم است عزیزانی کرد. ما این چیزها را درش متاسفانه توجه نکرده در مالی زندگی، مالی زندگی ها. چرا انسان باید سختی بکشه عزیزانی کرد؟ جوانان عزیز خوب دقت کرد. چرا انسان باید سختی بکشه؟ انسان باید سختی بکشه دمانی زندگی، دمانی زندگی انسان سختی وجود داره، مشکلات وجود داره. انسان باید سختی از این لبه تو که خدا از این لبه سختی ها منی زندگی تو وجود خلق کرده، منی زندگی تو مشکلات وجود داره منی زندگی دنیا. از اون لبه یک نکته دیگه یه مستر که خدا تو را دمانی فطرت تو در چیزی قرار بده که تو سختی ها خوش نداری. از اون لبه اون سختی ها منی زندگی تو نازل کرد. از اون رو در دید فیدرت تو رو این انتخاب کرده که تو سختی ها بب تو هم تو خوش نداری سختی بکشی، تو خوش نداری بلا آرد تحمل کنی. چرا خدا سختی رو در وجود آورد؟ چون فلسفه حیات است توی علمی است که تو باید منیز دنیا قد سختی ها رو قابله کنی، تو باید منیز دنیا قد براها و مسائل و مشکلات کنی بریشونی برای از اونا پای خوشتا اونا زینت رفته رو رشد کنی ترکی کنی منیز دنیا. تو یک موجودی است که کمال طلب، انسان هر لحظه به طرف کمال در و حرکت کداری است، تو به طرف کمال در و حرکت می طرف کمال. اما آنی بیدم که تو در تابعی در تو نقطه کمال خود نرسیده، در راه هستی تو برای از اینکه تو برسید از نقطه کمال، این راه را که باید تو تایی کنی و داخل شده کمال برسی، این راه آیا باید مثل اون سلایدا وری باشم که بچه ها برش نقشه بمخور بزاخرشم گنده برش دوکی بزنی زود کس که مسئله ختم شد لذت برده سلاید بخوری و آخرشم منی آیا می در باید باشه؟ می در راحت باید باشه؟ آیا واقعا انسان می در باید باشه زندگیش؟ برای از اینکه دوزو کمال برسه یک راه را باید تی کنه. آیا اون راه باید راحت باشه یا سخت باشه؟ باید اون راه معلومه که باید سخت باشه. اگر این راه سخت نباشه، مشکلات نداشته باشی، خودو یا باید فرشته میشدی یا حیوان باید میشدی. تو دیگه انسان چرا شدی؟ بسیار مثلا آسان است در زیاده که وقت خلق من انسان فی کبد دو دن آیه خدمت شما خواندم. لقد خلقنا الانسان في كبد ومن ايات ايات دیگه مست متاسفانه از ذهن پرید. معنی این دو دن آیه که انسان را خدا و متعال به صراحت در امور زندگی است و معنیش مشکلات و سختی ها وجود داره، معنی هر دو آیه از لفظ انسان استفاده را خدا و متعال. یعنی عزیز من جوان بدان تو چون انسان است در امور زندگی تو مشکلات وجود داره، تو چون میخواهی در کمال عبودیت و بندگی برسی، این راه را که باید طی کنی باید در امور سختی ها وجود داشته باشه و این اگر این طور نمود یا تو باید فرشته ختم بود یا حیوان باید بشود. انسان بوده است تو دیگه در تو صورت معنا پیدا نمون عزیزان میگنم واقعا نمیترست. امام علی سلام الله علیه فرمود وقتی که جوان از خود خود نصیحت مکرد خوب دیتا که نزان گرامی امام علی علیه السلام جوان پر فرمود گفت که تو تارگیت و هدف بلاها هسته در منی زندگی. پدر و مادر یاد بگرن از بهترین پدر عالم که چی رنگ در اون اولاد تربیت من در جوان پر فرمود که ای جوان عزیز من تو در منی زندگی تارگیت و هدف بلاها هسته. دیدیم امونا که تیراندازی من آخچنز در منی امزی گیمای آرچنی دیدیم تیراندازی برای تن تارگیت اشته گول تارگیت اشته چقدر خوبصورت خوبصورت دایره آمانیش است، رنگ برنگی، نخشون، چمک میده در او در خونشم یک نقطه سرخ است که وجود داره. این تارگیت و هدف و امی ام که اون جشتش در تارگیت ای که قدر خوبصورت است و هنوز سالم صحیح و سالم است پیش از اینکه امو تورنمنت شروع شده و مسابقه شروع شده این قدر صحیح و سالم است، این نباید برای صحت و سلامتی و خوبصورتی خود مغرور شونه. این نباید برای صحت و سلامتی خود مغرور شونه. چرا؟ چون قرار است که هزارها نفر تیرهای خود به سمت از روی لکه و تازه تیر اندازهای ماهید به سنتر آف تارگیت را نشانه میگره در قلب است تو مایه وار مونم کسی. امام علی علیه السلام جواب رو فرمود تو هدف بلاها قرار میدهی در منی زندگی. اینه من جوان را تربیت کو خیال باف جوان خود تربیت نکو زیاد کارچونای خیال باف نشان ندی رو بچه خو که اون بچه تمام زندگی خیال کنه و مثل کارچون ولی هیچ بلا دستر از من آمد
زندگی بغیر مشکلات و سختی هست. این را در تربیت کنم جوان خور عزیزانی گرامی. ما عزیزانی گرامی اولین نکته مجلس تمام شد. دویم نکته را عرض کردم زیبات شما تمام. اولین حصه بحثی انشاء تمام شد. ما درباره سختی ها و جایگاه سختی در من زندگی البته عرض کردم ای سر جایش باید بحث شونه چرا ما سختی میکشیم که اصلا این دنیا عالم عالم ماده است. انسان یک موجودی است که خواهشات نفسانی چه تک خواهشات نفسانی دیگه انسان چکراو پیدا مونه سختی ها در وجود ماه این عالم ماده یک طور عالمی است که نمش آمدهش که سختی ها وجود داره چرا چون مریضی عالم تضاهم وجود داره چکراو وجود داره عزیزانی گرامی باید دوباره سر جایش بحث کنیم اما دوباره سختی ها و مشکلات یک نکات خدمت شما عرض کنیم بر این طرف دومنه بحثی که صحیح بحث جایگاه لذت را در من زندگی ما بدانیم که لذت چی جایگاه من زندگی از ما داره جوانان عزیز زیاد وقت شما رو نمیدون این بحث را این حصه بحث را مختصر کنم خیال شما رو راحت کنم عزیزان گرامی جوانان عزیز اصلا ما برای دزی دنیا خلق شدیم برای لذت بردن تمام شد ما دزی دنیا خلق شدیم برای از اینکه لذت ببریم خلق نشدیم برای از اینکه رنج ببریم چرا رنج هست رنج وجود داره سختی ها وجود داره بلا ها وجود داره من از عالم اما تو خدا برای از این خلق نکرده که تو هی تمام روز سختی بکشی بلا تحمل کنی در عین حال خدا تو رو برای لذت خلق کرده زانی کنه علامه آیت الله مصطفی یزدی حفظه الله خدا حفظ کنه بزرگوار داده من یک از کتاب های خوب میفرماید مولا اگر تو تمام افعال انسان رو تمام رفتار تمام خواهشات انسان رو تمام خواسته های انسان رو اگر به دقت طرفش نگاه کنی میبینی که در پشت تمام از این رفتارهای انسان و افعال انسان و خواسته ها و خواهشات انسان تنها محرک و اون چیزی که داره موجبیت من انسان رو این است که یا در اون لذت میخواه برسه یا از اون سختی میخواه تو تا بس ختم هر کاری که انسان میخواهد از دنیا انجام بده هر خواهشی که انسان داره یا میخواهد اون لذت برسه و یا میخواهد از اون سختی و درد و رنج دوری دور تو کنه این نمی است عزیزان گرامی حتی خیال شو دیگر راحت کرو حتی اولیای الهی انبیای الهی ما در اون عمل را انجام میده به خاطر از این است که میخواهد بالاترین لذت ها برسه اولیای الهی می میده یک دوز هم اگر دوزی مونه به خاطر لذت دوزی مونه اما به خاطر کمترین و پسترین لذت ها یک ولی خدا هم اگر درو اطاعت خدا رو مونه قد خدا درو عشق بازی مونه هم به خاطر لذت تو کس برای از ما ازیر اندو گواه نزنه که نه ما خدا را شایسته عبادت میدانم هم زی خاطر خدا را عبادت عقل از ما در اون که خدا شایسته عبادت است پس ما خدا را به خاطر گفته عقل عبادت کنم عزیز من تو اجتماع کنم اون ولی خدا که در خدا را عبادت کنه از اطاعت خداوند متعال لذت مبره که خدا را اطاعت کنه تو میتنی یعنی رو لگونی که ما برای رسیدن به لذت بوی بهشت برای لذت دیداری بهشت خدا را عبادت نمونم بلکه برای لذت لقاء الله خدا را عبادت بعضم آخر چی؟ لذت وجود داره به خاطر لذت برو خدا من متعال را عبادت کنی عزیز گرامی ما تمام از ما اسیر لذت هستیم عزیزان محترم تمام از ما اما درجه بندی انسان ها برای عزیز دکی ما سطح لذت های مطلوب از خود چقدر بال مورد اگر بخواه انسان را درجه بندی کنی تو خود سطح لذت های از خود رو کی لذت های مطلوب را کی داره با اسلام بار اسلام داره زیاد اگر یک انسان لذت مطلوب را در دنیا ببره اما قدر مقام از در دنیا بالتر است عزیزان جوانان عزیز ممکنه در زیر شما سوال ایجاد شده بشه لذت حلال چیه و لذت های حرام چیه کدام لذت ها لذت های حلال کدام لذت ها لذت های حرام است عزیزان گرامی هیچ لذتی به دنیا حرام نیست اون لذت های کم هم داری لذت های زیاد هم داری اما اون لذت های کمی که تو را محروم کنه و نگه تو در لذت های بالاتر و برتر برسی این لذت های کم بشه از نگاه از محرام با این طرف لذت های اینه به نگاه کنیم اصلا با این طرف حلال و حرام ها اینه به نگاه کنیم چون ارز کنیم انسان زندگی انسان یعنی منیج کنوی سختی ها و لذت ها در من زندگی
مرا خدا خلق کرده تو دنیا تا ببینم و چی رنگ سختی های زندگی خود و لذت های زندگی خود چی رنگ منیج مونی، چی رنگ مدیریت و کنترل مونی منی زندگی. لذت های کمی که اگر تو رو بگره از رسیدن به لذت های برتر و بالاتر محروم کنه، اون لذت های کم میشه حرام، اون لذت های کم میشه حرام. در حالی که لذت های کم به خودی خود حرام نیه، خیلی هم چیز خوبیه. مدیریت گرمی ها دوشنه میشی، از شدت گرمی دوشنه میشی، یک مرتبه دیر ما میخوای آوی خنوک را یک دفعه سرکش کنی بخوری. دیر آدم اوچه نمیخوای که مستحبات چی روان کنی. دیر یک آدم یومد خدمت امام صادق علیه السلام آمان صلی علی و آله از که گفتیم در رسول الله ما که زیاد دوشنه میشون گفت طاقت داره بیتم امی کلاسی آوره یک دفعه سرکش کنم لذت ما برم گفتی آی ما گفت ما رو مستحبات چی کنم دیل ما نمیشه رعایت کنم چیکار کنم امام صادق صلی الله علیه فرمود تو خیب ندار عیب ندار آر رنده که دیل تو میخوای آوره بخور فقط اولش یک بسم الله بگیم تا اومدی از تو جانورای محترم یک فرقی باشه یک بسم الله بگیم اما از او بعد آر رنده که دیل تو خواست آوره بخور لذت داره بالاخره ولی لذتی کمی است چی عیبی داره حرام نیست مگر انسان خوش نداره که دوستای خوب بشنه، گپ بزنه، گفتگو کنه، مثبت یک لازم چه میشن پاشونه، لذت دیگه نیه لذت، خب خوبه، چی چیز خوبی؟ انسان مگر خوش نداره بار خیلی رشته دارهای خوب، سلی رحیم انجام بده، اینده دید و بازدید کنه، لذت ما بار انسان انسان مگر خوش نداره بار پیکنیک باره با جایی، اینجا چه من داشته باشه، سعی و تفریح کنه، لذت نیه نه مگر لذت های کمی است، حرام نیه، لب حرام هم نیه، حلال است اصلا در مانی دنیا است که هیچ لذت حرام وجود نداره تمام لذت های خدا در مانی زی دنیا برای از تو خلق کرده تا تو داری به زی دنیا لذت بوری اصلا برو پیسه کمایی بودا لذت بوری دیگه عزیزه چی میخوای ما خدمت شما از کنم هیچ لذتی در دنیا اما اگر یک لذتی در مانی دنیا حرام شده به خاطر از این حرام شده که این لذت کم در اون تو رو محروم کنه از رسیدن به لذت های بالاتر و بدتر که از این خاطر خدا چه حرام کنه برای ایسو عزیزی باور بعضی ها از کنم که غیر دیندار ها اونایی که دیندار نیسته یک از خلط فهمی هایش در باره متدهیری نرمی است اونایی که دیندار است اینا در زندگی من راهی را که انتخاب کرده از خاطر از اون راه از بسیار زیاد از لذت ها اینا خودم خود دور کرده و طرفی بعضی از لذت ها در منی زندگی خورفته که از نظر از اونها اینا شاید لذت ایش نیه از نظر اونها شاید اینا ایش لذت ایش نیه در حالی که نه موقع اینا بسیار آدم های نبیدیم زیر روان میزنن موقعی دیندار ها بسیار آدم های زید به لذت است اینا از در زندگی خود لذت ایش نمبرد اینا انسان ایش میه در در حالی که نه عزیز من بیا ما غلط فهمی تو دور کنم عزیز من برادر من انسان دیندار هم مثل تمام انسان ها لذت طلب انسان دیندار هم لذت طلب است اما فرق چی تن حق است تو این است که این انسان دیندار لذت حقیقی را پیدا کرده لذت بالاتر را پیدا کرده لذت ابدی را پیدا کرده از خاطر رسیدن به از لذت حقیقی چرا تن لذت کمی تو دنیا کرده این از این خاطر این فرق چی تن است تو این نیست که دیگه این فرق خاصی وجود نداره یک صلوات بخوام بر محمد لذت واقعی پیدا کردن به من زندگی خوب طرف از اون تمام توجهش به طرف از اون لذت ابدی و پایدار است از خاطر از اینکه برسد از اون لذت حقیقی از چهار در لذت کم که در او درشی در او سنگ می نظر و کاوچ ایجاد کنه و در او پس من اینا برو کنار ما لذت واقعی پیدا کردم انسان دیندار از این خاطر او چهار در لذت کم اینه که تو خیال لذت است و خیلی برای خود لذت برتر خیال می نیونه از نظر دیندار اونا بسیار لذت های پست است و بسیار لذت های ناچیز است چون لذت واقعی رو پیدا کرد شما بود اولیای خداوند متعال اولیای الهی زندگی نامش بخواهیم داره حضرت آیت الله العظمی بهجت بر انسان ها حضرت آیت الله العظمی سیدری قاضی طباطبایی بر انسان ها فاضل دربندی بر انسان ها اون دختر اینا چه قدر از بس اینا گریه مکدن از بس اینا گریه مکدن الله اکبر از بس اینا گریه مکدن آدم خیلی من بابا تو خوب عزیزانی گرامی
آدم از این کس که زیاد دو چیز بگره از این کس ایگو کس اگر زیاد دو چیز بگره همین کس که زیاد گرفته این نسبت به تو زیاد قرص دارم شده دیگه درسته یا نه؟ ما یک دو چیز میگرم از ایگو دکان ما میگرم از ایگو صرف دو چیز گرفتم اما یک آدم است که نه هزارها آیچه بس گرفت دکاندار ده قرص برده کی قرص دار تا؟ ما یا او ستر زمو قرص دار تا؟ اولیاء الهی چون زیاد در خانه خداوند متعال لذت بردن وقتی که میبینی اینا زندگی هاشون بسیار اهل گریه هستن یک قدر گریه منو امام خمینی رحمت الله علیه است بس موقع در عشق خدا گریه موقع موقع بیسمال هایی از این بیسمال ها و اکتفا را بهش تولیه بیوگن از بس اهل عشق آیت الله و اسمای بحجت دائما در حالی عشق بودن هر جایی که دیدم شد در سر نماز در مجالس عبدالله علی حسین اعلا نماز های شب چی حال داشته و بر ملاله دیدیم بزرگان از انسان وقتی حالت از این آمین کرنا من خوبه اینا خوب معاش اما تو معلوم باشه که از مقدر قرضدارتر است در خانه خدا زیاد اینا قرض در مالی زندگی در برای خدا و موت مطال اما از اولا ببینی در مالی زندگی شنگه هیچ بدی هم وجود داره چرا قدر گریه بونی آجا آقا چرا قدر عشق داری آیا اینا عاطفی تر بودن آیا اینا احساساتی تر بودن نه به خدا اینا خدا خود قرضدارتر از ما شما میدانستن چرا چون زیاد برده بودن از در خانه خدا ما از ما و انسان ها که هیچی نبردیم از در خانه خدا ما که اصلا لذت نبردم از دربار خدا و مطمئن چون زیاد بردن از در خانه خدا امدو قاتل خود خود مدیون خدا میدانم قرضدارتر میدانم از ما امدو قاتل همیشه گریه بودن سوال شد گفت یا رسول الله این قدر عشق می‌ریزی یا رسول الله این قدر عشق می‌ریزی شما صبح و شام گریه کنید این قدر نعمت ها خدا شما رو داده این قدر عشق می‌ریزی رسول خدا گفت آیا ما قرضدارتر نشدم آیا نباید شکر از نعمت های خدا رو بجا بیارم که نمیتونم هم شکرش رو بجا بیارم اینا خدا رو قرضدارتر میدانستم عزیزانی گرم همزور خاطر عشق چون لذت بردن از خدا الله واقع نمیدونست ما هم عزادارای ابا عبدالله حسین علیه السلام هم در ماه محرم از رابطه عاشقانه ای که قد ابا عبدالله حسین علیه السلام در اون لذت بود از این رابطه عاطفی که قد ابا عبدالله یک عزادار و یک شیعه در لذت بود به یک جوانی حسین واقع نمیدونست بعضی ها پیش از محرم چله کچ مانند یا چله میگرند تایی که در محرم بیشترین و بهترین و بالترین لذت ها را از رابطه با حسین بودند چله کچ مانند بعضی آماده مانند خودم خود برای زید مای شریف مای حسین بخواه باید چین روز پیشتر و خود رو آماده چرا؟ برای زید که حسین لذت بود برای از اینکه از این رابطه ای که قد ابا عبدالله حسین داره لذت رو برای از این و از این لذت که ما از حسین نبریم باور که منش عجب هم نمیتنیم داشته باشیم عجب یعنی طلبکاری عجب یعنی که انسان از ایگو کس که ایگو کاری که منه بدیم بعضی ها چهار چهار درکت نماز بخانه و چهار در روزه میگرن و چهار در فقیر و کمک مونه در منش هم بعض اوقات صفت بدی مثل عجب در وجود مایه یعنی نسبت به خدا بده کار باشه طلب کار باشه خدای ما عماد ما الوالی سویه حال الوالی سویه این بوده عجب اما لذتی که دید انسان از حسین مبرد منش عجب هم نمیتونه وجود داشته باشه چون تو تا از حسین لذت مبرید تا که از این رابطه عاشقانه با ابا عبدالله تو لطفاندوز میشی و لذت میبری تا سر خور بال مونی تیرهایی که پیوست شده برای بدن ابا عبدالله رو تا میبینی شرمسار سر خور تا میبینی یا حسین ما در اون سود میبرم هر روز و هر لحظه از تو ما در اون جواب هم بدن میتنم حسین باور که ما و شما نسبت به از اون کسایی که عزادار حسین ابن علی می هستن ما شما زیاد قرضدار حسین هستیم باور کنید چون در اون لذت مبریم از عباد الله حسین اونایی که عزادار می هستن اونو تا لذت های من زندگی دارن که نمی تنم برای از اون لذت های خود جان بدن لیمیت قائلن برای از اون لذت اما یک عزادار عباد الله از خاطر از لذت حاضر است جان خود فدا کرد میتنی از حسین دل بکردنی الله
عايز يكون زي تلك؟ لا مش لا عايز يكون زي الفاتر ولا مش هديك الخطة اگر موشا یک سال برای روزه حسین شرکت کرد از حسین لذت ببر گریه کرد با امام حسین و بود یا حسین ما خود خود خرج از تو کردم اما لذت ما بود موشا بود یا نه حسین روز به کربلا اونه نرسید جوان نرسید از آداران باید اما از حسین به کربلا نرسید اما شب اول های محرم از آداران که شب اول محرم در مجلس عزای حسین شرکت منن بیش از حسین به کربلا آمدن به استخبار شد آیتون دار از من بهجت نمیدارم چی دیده بود آقای بهجت نمیدارم چی مخاشفه برای شما بود چون میفرمود این مردم وقتی که به طرف مجلس روزه ابا عبدالله موریم کس اگر سوال کرد کجا موریم نگیم به مجلس روزه موریم بگیم در آن موریم به کربلا شما میشه پیش از حسین به کربلا آمد استقبال محمد الله اکبر شب اول محرم نمیدانم چرا بلاد مدینه افتاد بلاد روزی که حسین دوری میخواید قافلی خود آماده کنه و روانه شد حسین غریب و فاطمه بخواید به در به حج بره رزی حاجیا تازه از مدینه برگشتیم از مکه حاجی غریب و فاطمه رو ندیدیم نه یک حاجی غریب فاطمه هم داشت که در حج بره برسید حسین در قافله را آماده بودن اما یک نفر بسیار بیتاور من قافله حسین او که نه او خواهر حسین زینه بستن بل سجاده نماز گل سر به سجده دیگه اما گل سر به شانه حسین بل دیگه اما برادر حسین ایچیزنده سفر از دیگه از آنی زیر 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 از قلب زیر تاری شده برادر حسین اما چاره این نداره زینب باید آماده سفر شده ما خبر ندیم زینب برای از سفر دیگه چی جمع کرده من یه بولی بستر آی بود اما یک مرتبه حسین میبینم زینب تمام یادگاری های مادر بزادی مره در اون جمع اون کرده یکی مادر مادر این زین دیگر بده من برای این زین در اومده یک چادر جمع بده در اومده باز ببنده زینب کبرا اللہ اکبر اما زینب بیبی جان من چی شان شرکت بخواهم حرکت کنیم بیا برو نگاه کنم پیش محمد تو کی نشسته یک مرتبه بلای وقتی که برای نگاه بنه قمر بنی هاشم زانو زده خواهرم زینب بیا بر زانو عباس بر فرشته بر محمد خواهد من دیگه نمیخواهم به خود چیز بر زانو جمعه اکبر در اون I'm gonna
فضل من عباس فضل من عباس ومن بلد من زمان من عشق السلام عزنا ونأخذ من جمعات زيادة شبه الله محظم السلام وإن حق محظم لعباء كريم استخبار كريم محظم لكم وإن إنسان شمع شمع وإن إنسان شمع 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 خلق عباب دنيا بدر شبع مدام دي عزادة نبي وارد دريم تمام يا شوار امام الصادق نيدي دل بزمان امام رضا شوار مدید امام علی شوار مدید امام زین العابدی شوار مدید کس بزید شوار ایغا امام حسین دولا ندید امام حسین پس رضا شد نرجوان امام حسین مزهره شفاق بنا روایت دره نبا امام حسین تان راج بطرف گریه امام حسین نبا امام بطرف جد خلاصی امام بطرف بطرف علی امام حسین بطرف مانا امام حسین شمغان حسین امزان ابن علی مدر یا جد یا پدر امزان یا مادر و فاطم ایزان برای گریه امام حسین مدر برای شمغان امام حسین کنه من دعا کرم امام حسین فاطمه زهرا شمشیر دعا کرد علی مرتضی آمین شکرمنا آمین کیم دعای دعا آمین خدا زین قدس های به دوش دعای دعای دعا می آیم که خبر من خدای آمین و سین دعا از مکمل الله زبان و داخل جمله اون دلیل زنده فرزند باباز فرزند باباز یک لحظه بیاد پیش مادر عباس را یک گوشه بوده یک گوشه بوده وزیت بوده وزیت بوده عباس را یک جمله شی فقط بودم عباس را مورد باب سفر خر حسین عباس جان دو جان حسین عباس دختم به حسین مدینه برده بود اما در آخرین یک سالی عزیم هستم جمعی دن زنی آتش هستم من در کنشه کنشه عباس و مادر شد یک حیات تا کس دنگر عباس را تا کس دنگر مادر عباس را وقتی که من در کنشه کنشه عباس را مادر عباس شدی که پاسه زدن های چشمای عباس را پاسه های سوری عباس را مادر را مادر های سوری سوری عباس را مشکلات، مسائل، گرفتاری های همه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات،
چرا خزیم به حاضر کرده یا که به حسن و شکر طرف بگردان در رد بها را به حق حضرت عباد الله حسین علیه السلام مشکل ازدواج جوانان ما را به حسن و شکر طرف بگردان در رد بها را به حق عباد الله حسین علیه السلام سفر همه مسافرین بلخص سفر زواران عباد الله حسین علیه السلام بی خطر بگردان در رد بها را به حق عباد الله حسین علیه السلام مریض های همه مؤمنین و مؤمنات مریضان مورد نظر خیلی ها اتماس دعا بکنم برای مریض های اگر جمع حاضر خدا می کنم مریضی برم خدایا شفای کامل عجل و عنایت بفرما خبردگارا به حق آقا عبدالله حسین علیه السلام زیارت با معرفت اعتباط قانیات بدخ از زیارت اربعین به همه مؤمنین مؤمنات بدخ از جمع حاضر عنایت فرما خبردگارا به حق آقا عبدالله حسین علیه السلام دشمنان دین و ملت تشهد در هر سر دنیا در هر شکل لباس که اسم خدای و قابل هدایت نیست همین سنامون بگردان پروردگارا به حق آقا عبدالله حسین علیه السلام مملکت عزیز پاکستان را از شر دشمنان در حفظ و امان خود نگهدار پروردگارا عزاداران سید الشهدا علیه السلام در سرتاسر جهان بلخص مملکت عزیز پاکستان محافظت بفرما پروردگارا دشمنان عزاداری عبدالله حسین علیه السلام در سرتاسر عالم بلخص در مملکت عزیز پاکستان نیست و نابود بگردان پروردگارا هرچه خواستیم نخواستیم در این شب اول ماه مبارک محرم خدایا از همه آجات از همه قلوب باخبر از حاجات شرعی همه مؤمنین مؤمنات بلخص جلد حاضر برآور باخیر بفرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء رحم الله